بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با اخبار شیعه در افق پانوراما. مهندس نصیف جاسم الخطابی، استاندار کربلای معلا، از پروژه های در حال احداث به منظور رفاه بیشتر حال زائران در اربعین حسینی بازدید کرد. لازم به ذکر است شهر مقدس کربلا در طول سال شاهد حضور میلیون ها زائر و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از نقاط مختلف عراق و خارج از آن می باشد که مهمترین و بارزترین آنها زیارت اربعین، زیارت عرفه، زیارت روز عاشورا و زیارت شعبانی است. از این رو نصیف الخطابی در نشستی از اقدامات به روز رسانی شده برای رفاه حال زائران میلیونی شهر مقدس کربلا و تسهیل در امور رفت و آمد آنان تاکید کرد. گفتنی است این اقدامات نظیر افزودن جاده های جدید در محور استان بابل، گسترش سایر جاده ها و ایجاد میدان های جدید، علاوه بر افزایش تولید آب شرب و افزایش ظرفیت شبکه‌های فاضلاب و برق می باشد. الخطابی در پایان افزود به ادارات خدمات رسان و مربوطه در استانداری دستور دادیم تا برنامه‌ها را به صورت دقیق دنبال کنند تا زیارت‌های میلیونی به ویژه زیارت اربعین حسینی برای زائران تسهیل شود. و خبری از شهر نجف اشرف، بخش موزه علوی وابسته به اداره امور فکری حرم مطهر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، کارگاه آموزشی مرمت و نگهداری آثار باستانی و گنجینه‌های تاریخی موجود در حرم مقدس علوی را تحت عنوان اصول مرمت آثار باستانی برگزار کرد. محمد التقی از اعضای معاونت امور فکری آستان مقدس علوی طی سخنانی اظهار داشت از جمله کارهای در حال انجام حرم مطهر امام علی علیه السلام توجه و اهتمام حفظ آثار تاریخی و باستانی این حرم مطهر می باشد. وی در ادامه از افتتاح موزه حرم مقدس علوی خبر داد و آن را حاوی آثار باستانی و نسخه های خطی با ارزش دانست که به زودی بر روی زائران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام گشوده خواهد شد. در پایان آقای التقی افزود از جمله فعالیت های این کارگاه که در مقر موزه علوی راه اندازی شد، سخنرانی با عنوان اصول مرمت آثار باستانی بود که در آن به مفاهیم و تجربیات تخصصی در زمینه حفظ میراث و آثار باستانی پرداخته شد. حرم مطهر کاظمین علیهم السلام آمادگی کامل خود را برای پذیرایی از زائران عزادار در سالروز شهادت امام محمد جواد علیه السلام مصادف با آخرین روز ماه ذی‌قعده اعلام کرد. در همین راستا پرچم‌ها و بنرهای عزاداری در سرتاسر حرم نصب شده و برنامه‌های مختلفی نیز بدین منظور در حرم مطهر برگزار می‌شود. لازم به ذکر است بقاع متبرکه اهل بیت علیهم السلام در کشورهای عراق، سوریه و ایران، علاوه بر عتبات عالیات شیعیان عراق، به مناسبت سالروز شهادت امام محمد جواد علیه السلام برنامه‌های مختلفی را شاهد خواهم بود. گفتنی است شیعیان به مناسبت گرامی داشت این سالگرد بزرگ با یادآوری زحمات و جانفشانی‌های امام محمد جواد علیه السلام در حفظ وحدت امت اسلامی و مقابله با جریانات انحرافی بر نقش بزرگ ایشان در تحکیم مبانی اسلامی و هدایت اخلاقی برای ملت تأکید می‌کنند. و خبری در رابطه با بحران غذایی در افغانستان. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو روز گذشته اعلام کرد که حدود 14,200,000 نفر در افغانستان در حال حاضر با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. در همین راستا آقای ریچارد نماینده فاو گفت بر اساس آخرین گزارش این سازمان، امنیت غذایی در کشور افغانستان از ماه مارس تا آوریل 2024 تغییری نکرده است و بیش از 14 میلیون نفر یا 37% از جمعیت افغانستان با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند.
اما گفتنی است در سال 2022 زمانی که نزدیک به 23 میلیون نفر یعنی حدود 55% از جمعیت با ناامنی غذایی حاد مواجه بودند. ترینچارد در ادامه افزود این کاهش نشان دهنده انعطاف پذیر کشاورزان و مردم افغانستان، بهبود شرایط آب و هوایی، ثبات فزاینده در اقتصاد افغانستان و سطوح عظیم کمک‌های بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی است. وی در پایان افزود تداوم سرمایه‌گذاری در کمک‌های غذایی بشردوستانه و کمک‌های اضطراری کشاورزی برای حفظ این روند نزولی بسیار مهم است. مقامات ارشد سازمان ملل متحد و مدیران فناوری روز گذشته ظرفیت‌های هوش مصنوعی را به بحث گذاشتند و درباره خطرات این فناوری هشدار دادند. کنفرانس دو روزه هوش مصنوعی در جهت مثبت از سال 2017 میلادی هر سال در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود. دبیر کل سازمان ملل گفت هوش مصنوعی در حال تغییر جهان و زندگی ماست و در عرصه‌های مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و هواشناسی چشم‌انداز روشنی دارد. آنتونیو گوترش در یک ارتباط ویدیویی با این کنفرانس همچنین بر عدم سوگیری، اطلاعات غلط و کاهش تهدیدات امنیتی در عرصه هوش مصنوعی نیز تأکید کرد. فناوری‌های هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی از سال 2022 به طور چشمگیری محبوبیت پیدا کردند. با این حال کارشناسان بارها هشدار دادند نوآوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند منجر به پخش اطلاعات نادرست و گمراه کننده شود. در همین راستا تریستان هریس از بنیانگذاران مرکز فناوری‌های انسانی گفت شرکت‌های هوش مصنوعی برای دستیابی به تسلط بر بازار انگیزه دارند و این خطر ایجاد پیامدهای منفی آن را افزایش می‌دهد. و خبری از ناامنی‌ها در کشور نیجریه. به گفته ارتش نیجریه جدایی طلبان در حمله غافلگیر کننده به یک ایست بازرسی در ایالت آبیا در جنوب شرقی این کشور دست کم 11 نفر را کشتند. از سوی دیگر گروه اصلی جدایی طلب در منطقه ناآرام جنوب شرقی مسئولیت این حمله مرگبار را رد کرده و جنایتکاران را مسئول این حمله مرگبار می داند. در همین راستا ژنرال ادوارد سخنگوی دفاعی طی اظهاراتی گفت ارتش در پاسخ خود خشن خواهد بود. ما فشار نظامی شدیدی را بر این گروه وارد خواهیم کرد تا شکست کامل آنها را تضمین کنیم. لکن گروه جدایی طلبان IPOB که خواهان ایجاد ایالت جداگانه برای قوم ایگبو در جنوب شرقی نیجریه است، دست داشتن در این حملات را رد کرده و سخنگوی این سازمان اظهار داشت که ما حمله به ارتش در حال انجام وظیفه در آبیا را محکوم می‌کنیم. سرانه مصرف لبنیات در ایران از 130 کیلوگرم در سال 1389 به 55 کیلوگرم در سال جاری رسیده است. علت این اتفاق توسط سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های تولید بیان شده است. در همین راستا احسان زفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی پاستوریزه ایران در حالی که به دلیل گرانی لبنیات سرانه مصرف محصولات لبنی در کشور به 55 کیلوگرم افت کرده، حجم قابل توجهی از شیر خام تولید شده در ایران به شکل شیر خشک قاچاق می‌شود. زفری تصریح کرد بیشتر شیر خشک صنعتی تولید شده در ایران به پاکستان صادر می‌شود که بخش قابل توجهی از صادرات آن از مجاری غیر رسمی و به صورت قاچاق صورت می‌گیرد. وی در پایان افزود دولت به واردات نهادهای دام ارز اختصاص می‌دهد، اما شیر این دام‌ها که قیمت آن به دلیل اختصاص ارز دولتی به نهادهای دامی ارزان‌تر از قیمت جهانی است، به جای اینکه تبدیل به محصولات لبنی شود و به مصرف مردم برسد، تبدیل به شیر خشک می شود و برای مصرف در صنایع غذایی
به کشورهای همسایه قاچاق می شود و هیچ کنترلی بر این قاچاق وجود ندارد.